فیلم خاطرات قتل یکی از آثار فاخر سینمای کره است که کارگردان فیلم آقای بونگ جون توی سال 2003 با ساختن این فیلم نه تنها توانایی خودش رو به رخ همه میکشه بلکه باعث اتفاقات عجیبی هم میشه بونگ جون ها همون کارگردان فیلم معروف انگله همون کسی که به قول آقای فراستی فیلمش آشغال و به درد نخوره ایشون میاد بر اساس پرونده واقعی حل نشده فیلم خاطرات قتل رو میسازه قتلای عجیبی که از سال 1986 توی کره جنوبی آغاز میشه و تا سال 2003 ادامه داشته قاتل راست راست میچرخیده و به خاطر امکانات کم کره توی اون زمان نمیتونستن بفهمن که قاتل کیه یعنی زمانی که فیلم ساخته میشه قاتل واقعی توی کره جنوبی هنوز شناسایی نشده بوده و بر اساس مستندات و شواهد پرونده فیلم ساخته میشه مقتول همه دخترهای جوانی بودن که توی مسیر داستان فیلم کاملتر بهتون توضیح میدم همه چیو اما نکته جالب اونجاست که کاراگاه داخل فیلم آقای پارکتومن انتهای فیلم وقتی یه سرنخ بزرگ از قاتل پیدا میکنه و به صحنه جون برگشته بوده ظلم میزنه به دوربین و به مخاطب نگاه میکنه جوری که انگار قاتل واقعی این طرف پرده سینما تو بین تماشاگران نشسته در از کار کردن آقای بونجون ها میخواسته به قاتل واقعی بگه توی این سال سال 2003 که این فیلم انتشار دادم من دارم تو رو میبینم و میدونم واسه تماشای فیلمی که به خودته به سینما اومدی و دقیقا سه سال بعد انتشار فیلم وقتی قاتل بالاخره پیدا میشه اعتراف میکنه که سه بار واسه تماشای فیلم به سینما اومده بوده و سکانس آخر فیلم به اون حس ترس منتقل میکرده بریم سراغ داستان فیلم نقد و بررسی قبل هر چیز لایک این ویدیو سابسکرایب ترفند یادتون نره سه کانس این فیلم که آخر ویدیو خیلی در صحبت میکنم نقطه شروع داستانه و نقطه شروع قتل هاست یه مزرعه بزرگ سمت روستایی توی هواسونگ کره کارگاه محلی آقای پارکتومن شخصی بوده که اونجا زندگی میکرده اون متوجه مسدودی جوی آبی میشه که به زمین های کشاورزی و مزرعه ها از اون کانال آبرسانی میشده پارک مسیر جوی رو نگاه میکنه و میبینه که جسد یه دختر جوانی وجود داره که با لباس زیرش خفه شده و روی تمام بدنش مورچه و حشرات جمع شدن اون حسابی شوکه میشه داستان برای اون وقتی بدتر میشه که بلا فاصله جسد دوم دختر دیگه تو همون حوالی با همون نوع خفگی با لباسیرش پیدا میشه کاراگا پارک تو کل عمرش تالا با پرونده ای تا این حد خشونت و پیچیدگی توی روستایی که زندگی میکرده برخورد نکرده بوده از طرفی اون زیر ذره بین رئیسش بوده تا خودشو به ثابت کنه اون ادعا میکنه که من از طریق چهره آدما میتونم بفهمم که قاتل توی روستامون کدومه هم. واسه همین یک دفتر بلند بالا از لیست کسایی که بهشون مشکوک بوده رو درست میکنن و از چهره همشون عکس میگیرن ولی بازم نمیتونسته تشخیص بده پارک وقتی شب به خونش میره همسرش بهش میگه که شنیده زمانی که دختر معروف روستا به قتل رسیده پسر معلول ذهنی به نام کوانکو در حال تقریب دخترک بوده و این موضوع رو پیرزن همسایه هم با چشمای خودش دیده کوانکو پسر معلول ذهنی بوده که یه وره صورتش سوختگی داشته و دختره از اون خیلی میترسیدن همکار و دوست صمیمی کارگاه پاک یعنی کارگاه شو پسره که معلول کتک میزنه تا مجبور اعتراف بشه ولی اون پسر میگفته که من قتلی انجام ندادم توی این حین و این درگیریا یه کاراگاه تقریبا ماهر از سئول پایتخت کره جنوبی داوطلب میشه که بیاد و به پرونده کمک کنه چون خبر این قتل ها عین بمب توی کره پخش شده بود و همه ترسیده بودن اسم اون کاراگاه سوت یوم بوده الان دیگه اونا به یه تیم سه نفره تبدیل شده بودن کاراگاه پارک کاراگاه چو و کاراگاه سو پارک کم, کم از روند پرونده خسته شده بوده اون مدام توی دهن کوانگهو هو سعی میکرد حرف بندازه که اجبارا اعتراف کنه که کار خودش بوده تا پرونده زودتر تموم بشه و بره ولی چیزی که برای همه به خصوص سه و واضح بوده اینه که کوانگهو قاتل نیست اما اطلاعات خیلی کاملی از صحنه قتل داشته و انگاری که اون صحنه قتل رو دیده بوده و چهره قاتل رو میشناخته. سو خیلی توی فکر بوده. همش به این فکر میکرده که چه نقطه اشتراکی میتونه بین همه قتل رو پیدا کنه چطور میتونه این قاتل انقدر ماهر باشه تا اینکه بعد کلی فکر کردن اون میتونه چند تا نقطه اشتراک خیلی مهم رو پیدا کنه که اینا هم همش توی پرونده واقعی وجود داره تمام دخترها که بهشون تجاوز شده بود مجرد بودن تمام دخترهایی که کشته شده بودن لباس قرمز به تن داشتن همشون توی شب بارونی کشته شده بودن و آثار اسپرم روی بدن قربانی ها وجود داشته بازرس کووان افسر زن کوشا اما ناشناخته نیروی پلیس به یه نکته خیلی جالب پی میبره او میفهمه که تو هر شب هر جنایت یه آهنگ قدیمی کره مرموز که محتوای عاشقانه داشته از رادیوی کره درخواست می که دقیقا تاریخ درخواست آهنگا تاریخ قتل ها بوده که به نظر میرسه که قاتل این درخواست رو میداده اما مشخصات درخواست کننده رو رادیوی کره نداشته چون قاتل ناشناس این درخواست رو میداده شب بعدی شروع میشه و بارون بعدی هم شروع میشه توی نزدیکی یه مدن گچ دختر دیگه باز با همین مشخصات عینا به قتل میرسه پارک چوسه و صحنه جنایت رو بررسی میکردن که به یه باره تو دل شب مردی رو میبینن که لباسیرهای دختر قربانی روی زمین انداخته و در کمال تعجب شروع به خود ارضایی میکنه. اونا مرد رو دستگیر میکنن و سعی میکنن ازش اعتراف بگیرن ولی میفهمن که اون مرد مدت ها بود که همسرش بیمار بوده و از این طریق مخفیانه توی دل شب نیازش رو برطرف میکرده اون مرد توی اعترافاش از شخص مرموز یاد میکنه که تو اطراف یک مدرسه محلی پرسه میزنه این دقیقا با داستان مشابهی مطابقت داشته که دو تا دختر مدرسه محلی توی شب قبل قصر اینو عینا به ساو گفته بودن ساو خیلی تحقیق میکنه و تنها قربانی زنده قاتل رو پیدا میکنه یه زن آسیب دیده که توی نزدیکی همون مدرسه زندگی میکرده زنی که مورد تجاوز همون قاتل قرار گرفته بوده اما دلیل کشته نشدنش این بوده که کاپشن یا لباس قرمز رنگ تنش نبوده اون شب اون اعتراف میکنه که من چهره اون شخص متجاوز رو ندیدم چون حس میکردم اگه چهرهش رو ببینم منو میکشه اما وقتی با دستاش دهانم رو گرفته بود کاملا احساس میکردم که دستای خیلی نرمی داره و دستاش مثل دستای همه مردا زبر نیست اینجا کارا گاسته و میره فورا دست کسی که بهش مشکوک بودن و دستگیرش کرده بودن رو چک میکنه و میبینه که اون شخص دستش خیلی زبره و میفهمن که متاسفانه این شخصم قاتل پرونده نبوده از اونجا که تو کل شهر خبرنگارا پخش کرده بودن که این کارگاه سعی میکنن اعتراف اجباری از مظنونین پرونده بگیرن و اونا رو کتک میزنن موافق پاک کارگاه رو به خاطر کتک زدن مظنونین اخراج میکنه چون واقعا این موضوع صحت داشته و اون میخواستن زودتر پرونده تمومش بره پارکوس و بعد کلی تحقیق به شخصی به نام هیونگیو یه کارمند خشتی به کارخانه گچ میرسن که اتفاقا اون بوده که اون آهنگای عجیب و از رادیو درخواست میداده و همون شب اون آهنگا دخترها به قتل میرسیدن و دقیقا هم تو شبهای بارونین درخواست ثبت میکردن و نکته جالبتر اینه که دقیقا دستای هیونگیو همون نرمی و لطافتی رو داشته که اون زن میگفته ولی بازم با این وجود اونها هیچ مدرکی نداشتن که اونو دستگیر کنه پارکوسو خیلی گیج شده بودن اونا یهو یادشون میاد که کوانکو همون پسر معلول جزئیات کامل قتل رو میدونسته و صحنه قتل رو دیده بوده. اونا فورا سعی میکنن برن به سمت کوانکو تا عکس هیونگیو رو بهش نشون بدن و بگن که آیا این قاتله و حسش نسبت به این عکس چیه. اونا به رستوران میرن که توسط پدر کوانکو اداره میشده. در حالی که کارگاه چو هم اونجا بوده و با افراد رستوران در حال درگیری و دعوا بوده و کوانکو همون پسر معلول با چوبی که سرش میخ وجود داشته به پای چو ضربه میزنه و میخ وارد پای چو میشه. کوانکو بعد این کارش از ترسش فرام میکنه و, پارک و هم اون عکس هیونگیو رو نشون کوانکو میدم و بهش میگن تو فقط بگو که این شخص رو میشناسی و آیا این قاتل بوده یا نه کوانکو از اون عکس احساس بدی بهش دست میده و تا میاد اتفاق توضیح بده جلوی یک قطار در حال عبور قرار میگیره و کشته میشه این ور پای چو دچار کوزاز میشه و به خاطر کمبود امکانات به دستور دکتر پاش قطع میشه پارک و سو چند تا جسد دیگه هم پیدا میکنن تنها راه موجود که باقی مونده بوده این بوده که اونا اسپرم هیونگیو رو با آثار اسپرم روی جسدها تطابق بدن ولی کره جنوبی این امکانات رو نداشته واس همین اونا نمونه اسپرم به آمریکا میفرستن و منتظر میمونن که جوابش بیاد توی شب بارونی بعدی کاراگا سو هیونگیو رو زیر نظر داره ولی یه لحظه چرت میزنه و رد اونو گم میکنه و دقیقا قربانی دیگه اون شب کشته میشه این بار قربانی یکی از دخترهای مدرسه ای بوده که سوبان دوست شده بوده کاراگا سو خشک می روزه بعد به هیونگیو حمله میکنه و سعی میکنه که اونو بکشه چون کاملا مطمئن بوده که حالا قاتل اونه که تو این لحظه کاراگا پارک با نتایج آزمایش دی ان ای حرفونو قطع میکنه آزمایشی که نوشته بود نمونه اسپرم هیچ ارتباطی به هیونگیو نداره و اون قاتل نیست حالا هیونگیو به عنوان مزنون نه تایید شده و نه هست شده سو بازم در صورت سعی میکنه که به هیونگیو شلیک کنه چون احساس میکرد که قاتل واقعا اونه یه جورایی هم انگار خسته شده بوده و باور نمیکرد که تا این حد بازم بازی خورده باشه و بازم هنوز قاتل رو پیدا نکرده باشه ولی پارک رو متوقف میکنه و هیونگیو هم میتونه فرار کنه از این موضوع چندین و چند سال میگذره و وارد سال 2003 میشیم توی سال 2003 جنایت ها هنوز حل نشده و باقی مونده اما پارک الان یه پدر و یه تاجره اون از اولین صحنه جنایت میگذره جایی که اولین قربانی پیدا شده بود توقف میکنه تو همین لحظه دختر جوانی بهش میگه که مردی رو دقیقا تو همین مکان دیده که عین خودت داشت به اون کانال آب نگاه میکرد به اون مرد گفتم چیکار میکنی اون گفت در حال یادآوری کاری هستم که مدتها پیش اینجا انجامش داده بودم پارک میفهمه که قطعا اون مرد قاتل واقعیه اون از دختر میپرسه که مرد چه شکلیه دختر پاسخ میده که اون قیافش خیلی معمولی بود شبیه همه آدمای عادی پارک در حالی که شوکه شده بوده سرشو میچرخونه و به دوربین خیره میشه و فیلم هم به پایان میرسه این نکته جالبی که وجود داره اینه که سکانس اول فیلم وقتی فیلم شروع میشه و توی اون مزرعه اولین قتل مشخص میشه همون ابتدای فیلم پسر بچه رو نشون میده که به صورت مخفیانه داره از مزرعه ملخ رو رو جمعواری میکنه و اون ملخ رو داخل یک ظرف شیشه‌ای به صورت دسته‌ای جمع کرده این پسر وقتی متوجه حضور کاراگا پارک میشه ظرف شیشه ملخ و پشش قایم میکنه یعنی سعی داره که این رفتارش از بقیه مخفی نگه داره چون میدونه که این کارش درست نیست اتفاق جالب تر جاییه که وقتی کارگا سعی میکرد بچه ها رو متفرق کنه و بگه کسی سمت جنازه نیاد این اون پسر بچه رفتارهای کاراگاه رو تقلید میکرده کاراگاه میگفته بچه ها دور بشید پسر بچه میگفته بچه ها دور بشید انگار اون میخواسته بگه که من همکار تو هم. پارک مخفیانه خم میشه که جسد و داخل کانال ببینه اما نور کافی وجود نداشته اینجا به یک باره می بینه که پسر بچه با همون ظرف شیشهای که دستش بوده روی صورت جسد نور میندازه که پارک متعجب میشه و میفهمه که اون پسر بچه زودتر ازش از از ظاهرا جسد و دیده بوده و ترسی نداشته خب مفهوم اینا چیه؟ مفهوم اولیاش اینه که فیلم داره میگه یه قاتل حرفه‌ای دقیقا شبیه یه کاراگاه و یه پلیس رفتار میکنه این زمانی که میتونیم بهش بگیم یه قاتل حرفه‌ای. اصولا قاتل سریالی قاتل های حرفه‌ای هستن چون با اولین قتل نتونستن دستگیر بشن. اون دقیقا میدونه یه پلیس کجا میخواد دنبالش بیاد و دنبال چی میخواد بگرده. حتی انقدر براش آماده است که کمک میکنه به پلیس. نکته بعدی که آقای بونجون ها اصولا فیلماش جوریه که سکانس اول و آخر فیلماش کاملا مشترکه. تو فیلم انگلم دقیقا سکانس اول آخر فیلم همون خونه فقیرانه بود که وجود داشته که تو تحلیل فیلم من بتون یه رابطه خیلی جالب بینشون گفتم اینجا هم دقیقا اتفاق میافته و حتما شنیدید که میگن قاتل به صحنه جرم برمیگرده سکانس اول فیلم همون صحنه جرم است. یه جوری سکانس اول فیلم داشت به قاتل گفته میشه که تو بچه این محل و این مزرعه ها هستی و این خوی قاتلی تو ریشه تو همین مزرعه ها داره. ریشه تو همین محل داره. و سکانس آخر وقتی پارک به تنهایی به اون مزرعه و مکان اولین قتل که توی واقعیت هم اولین قتل واقعا اونجا اتفاق افتاده بوده برمیگرده یه جورایی کارگردان داشته به قاتل توی این صحنه میگفته که تو به صحنه اولین جرمت برمیگردی دقیقا مساق همون جمله که قاتل به صحنه جرم باز میگرده و اون حرکت جالب و عجیب خیره شدن به دوربین یه چیزی که توی فیلم این کارگردان خیلی جالبه بحث کارماست انگار خیلی به کارما اعتقاد داره و تو فیلماش خیلی سعی میکنه نشونشون بده مثلا صحنههایی که کاراگاچو با پاش اون پسر معلول کتک میزد و آخر کارما باعث شد که همون پاش قطع بشه تو فیلم انگل خیلی سعی کرده بود این قاعده رو نشون بده یه جورا انگار امضای کارشه و در نهایت جالب ترین پیام فیلمی بود که اونایی که غالبا فیلم توی این ژانر و روی قاتل های سریالی دیده باشن تو این جور فیلم اکثرا تصاویر قالب دارک و تیره تو هم با موزیک های ترسناک و افکت های صوتی دلهره آور داره که میخواد اون حس ترس و خیلی خوب به مخاطب منتقل کنه اما توی فیلم بونجون ها داستان اینجوری نیست مثلا توی شروع کار اون مزرعه و آفتاب قشنگ به حدی آروم و ملایمه که کسی باورم نمیکنه که اینجا داره قطعه وحشتناک رخ میده یه جوری بونجون ها اومده اون کلیشه همیشگی فیلم های همجان خودش رو زیر سوال برده و داره میگه یه قاتل سریالی واقعی قرار نیست با موزیک ترسناک و دوازه شب به بعد کارشو انجام بده اون دقیقا میتونه یه آدمی کنار تو توی زندگی رنگارنگ و, رنگ و آرومی که داری باشه حتی در کنار صدای باد ملایمی که توی طبیعت میوزه پس دنبال شاخ و دوم از یه قاتل نباش بر صورت همه دوست داشتنی طرفن اینم از این ویدیو لایک این ویدیو سابسکرایب طرفن یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون